بسم الله الرحمن الرحیم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصحابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بعد از اقامه ادله توحید خالق و رب و اله و معبود فرمود بشر به دو قسم تقسیم شدند، عده ملحدند و عده موحد. ملحدان آثار سوءشون مشخص است و موحدان آثار حسنشون هم روشن. درباره ملحدان و مستکبران فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، که بحثش گذشت. درباره موحدان و مؤمنان فرمود الذین تتوفاهم الملائکه حیبین. گاهی بر اساس صنعت احتباق چهار امر را که میخوان ذکر کنند که این امور چهارگانه هر دو به دو مقابل همان، گاهی یکی از دو مقابل ها را ذکر میکنند تا مقابل دیگر معلوم بشود. این از در بحث های ادبی عنوان صنعت احتباق است. از این نمونه در قرآن کریم کم نیست. اون چی که در سوره مبارک یاسین به مانند دانت از همین قبیل است. فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. در اینجا بر بین امور چهارگانه فقط دو قسم ذکر شد. اون دو قسم دیگر معلوم است. برای که انسان یا زنده است یا مرده، یا کافر است یا مؤمن. حیات در مقابل ممات است، کفر در مقابل ایمان. در بین امور چهارگانه دو امر ذکر شد تا اون دو امر دیگر معلوم بشود. فبول لینذر من کان حیاً، این قرآن در آدمای زنده اثر میگذارد ولی کافران طرفی نمیبنده. با این دو تعبیر زنده و کافر چهار مطلب معلوم میشود. این که فرمود لینذر من کان حیاً، یعنی مؤمن حی است و کافر مرده است. به جای اینکه بفرماید در مرده ها اثر نمی گذارد، فرمود در کافرها اثر نمی گذارد. یعنی انسان کافر مرده است و انسان مؤمن زنده است. در بین این اوصاف چهارگانه دو وصف ذکر شد که دو وصف دیگر بالمقابله معلوم می شود. طیب و خبیث در مقابل همان، ظالم و عادل در مقابل همان. در این بخش در بین این اوصاف چهارگانه فقط ظلم و طیب ذکر شد، ظالم و طیب ذکر شد. مقابل ظالم عادل است، مقابل طیب خبیث است فهمیده می شود. اونجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، مقابلش کسانی هستند که نسبت به خودشون احسان میکنن، ظلم نمیکنن. اینجا که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مقابلش کسانی هستند که خبیث میمیرن. در آیات دیگر اینها رو به صراحت مقابل هم قرار داد. فرمود به اینکه لیمیز الله الخبیث من الطیب، و این آزمون الهی برای اینکه خبیث از طیب جدا بشه. ویجعل الخبیث بعضه و علی بعض فیرکمه و ویجعله فی جهنم. این مضمون هست که خبیث از طیب در آزمون الهی جدا میشه، این خبیث ها رو کنار هم جمع میکنن، وقتی متراکم شدن مندازن تو دوزخ. فیرکمه و ویجعله فی جهنم. اینه که بر اساس صنعت احتباق اونجا ظالم را فرمود، محسن را نفرمود، اینجا طیب را فرمود و خبیث را نفرمود. مطلب دیگر این است که چون این نمال امور به خواتیم ها
اگر کسی این در موت طیب بود معلوم شد حسن عاقبت دارد. معیار طیب فعلی نیست، معیار طیب این در موت است. این به حسن عاقبت برمیگردد. اگر کسی معاذالله به سوء عاقبت مبتلا شد ممکن است طیب فعلی باشد ولی خبیث عند الموت. اگر کسی از حسن عاقبت بهره‌ای دارد ممکن است خبیث فعلی باشد ولی با توبه و انابه برگردد و طیب حال الموت بشود. خب اونا که مشرک و کافر بودن به وسیله اسلام آوردن طیب حال الموت شدن دیگر. عمد طیب حال الموت است، نه طیب در دنیا و حال عادی. قرآن کریم در این حال که روی عمل صالح خیلی اعتنایی دارد ولی در اون ارزیابی نهایی نمیگوید کسی که کار خوب کرده است، میگوید کسی که کار خوب را با نقد به دست دارد. نمیفرماید من عمل صالحا، اون من عمل صالحا را که فرمود جنبندیش است که من جا ابل حسنه، وقتی وارد صحنه قیامت شد حسنه دستش باشد. اگر خدای ناکرده در اثر سیئات و بد عاقبتی حسنات خودش از دست داد، این گرچه فعل الحسنه اما در معاد جا ابل حسنه نیست. این که گفته شد من اخلص لله اربعین صباحاً یا من اصبح مخلصاً اربعین صباحاً، و اگر کسی لله عالم بشود، لله به علمش عمل بکند، لله علم عمل کرده را به دیگران منتقل بکند، و اصح الله یوم القیامت فقیها، این از بهترین پاداش هاست که در قیامت این شخص فقیه محشور شود. خب اگر فقیه محشور شد از اون بعد دیگه همه آثار و برکات فقه روش باره. از اون به بعد مسئله قف تشبه و تشفه برای او هست که میگوین بیت شفاعت بکن شفاعت تو مقبول است. خب این خیلی مقام است به یه عالم دینی بگوین گرچه تو اهل بهشتی ولی زود وارد بهشت نشو، یه مقدار صبر بکن. برای اینها که از حرفهای تو کمک گرفتن الان احیانا در اثر لغزش های جزئی مشکلی دارن، از اینها شفاعت بکن. قف تشبه تشفع. عمدان است که بعثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی اندل موت طیب بود یقینا تو برزخ طیب است، تو قیامت طیب است، چون از موت به بعد که دیگه مشکلی پیش نمیاد. انسان بعد از موت که عملی انجام نمیدهد که معاذ الله حسناتش از بین ببرد. چه این که اگر معاذ الله اندل موت ظالمه به نفس بود بعد دیگه حسنه ای ندارد که. حالا اگر اعقابی داشت، بلد صالحی داشت، او دیگه لطف خدا بیش از این هاست و نمیشود لطف خدا را تهدید کرد. و این درباره طیب بودن حال موت این معلوم شه حسن عاقبت است. مطلب دیگران است که طیب گاهی وصف عقیده و اخلاق و عمل صالح است که میگیم عقیده طیب، کلمه طیب، فعل طیب و مانند آن. گاهی وصف فاعل هست. به هر تقدیر کلمه طیب، کلمات طیب، عقاید پاکیزه، اخلاق پاکیزه، اعمال پاکیزه، این به طرف ذات اقدس اله صعود می کند. این یه مقدمه. چون عقاید، اخلاق، اعمال از معتقد و متخلق و عامل جدا نیست، وقتی اخلاق و عقیده و عمل صعود کرد اون معتقد و متخلق و عامل هم صعود می کند. اگر الیه یسأل الکلم الطیب پس الیه یسأل الطیب، این طیبون به طرف ذات اقدس اله صعود می کند. در سوره مبارکه فاطر از صعود کلمه طیب سخن به میان آورد، فرمود اینا صعودشون به طرف خدای سبحان است که اینا صعود می کنند. آیه ده سوره مبارکه فاطر این است: من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا
الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. همه ما خواهان عزتیم، یه عزت صادق، نه عزت کاذب که اخذت العزت بالاسم جویا، اخذت العزت بالاسم. این عزیزی بی جهت بودن، یه چیز ذلیل با جهت بودن رو به همراه دارد. اگه کسی بی جهت عزیز بود، عزتش دروغ بود، معلوم شد ذلتش درست است دیگر. و اگر کسی خدای ناشد ذلت او درست بود، یوم القیامه که ظرف ظهور حق و صدق است، ذلت او ظهور میکند. این میشه عذاب هون، عذاب مهین و ماننده. اما همه ما خواهان عزت صادقی. از آیه 10 سوره فاتحه برمی آید که اگر کسی خواهان عزت است، ما راهنمایی میکنیم. تمام عزت پیش خداست، در نزد غیر خدا هیچ سهمی از عزت نیست. یه مطلب، راه هم ما به شما نشون میدیم. من کان یرید العزه فلله العزه. این تقدیم خبر از یک سو، کلمه جمیعا از سوی دیگر تأکید بر حصر عزت است که خدا عزیز است و عزت نزد خداست ولا غیر. حالا سؤال، راه هست پیش خدای عزیز بریم و عزیز بشیم یا نه؟ بله راه هست. اون این است که الیه یصعد الکلم الطیب. عقیده خوب، اخلاق خوب، عمل خوب، اینا کلمات طیب است. اینا به طرف خدا صعود میکند، یعنی به طرف عزیز صعود میکند، یعنی به سمت عزت میرود. این هم دو مقدمه. و چون عقیده از معتقد جدا نیست، اخلاق از متخلق جدا نیست، عمل از عامل جدا نیست، اگر واقعا عقاید و اخلاق و اعمال به طرف خدا صعود میکنن، پس معتقدان و متخلقان و عاملان هم به طرف خدا صعود میکنن. اینا که گفته شد نه صلات معراج مؤمن است و مانند آن، اگر ما همچه عبارتی به روایتی هم نداشته باشیم، از این تحلیلات قرآنی کاملا به دست میآید که مؤمن، معتقد، متخلق، عامل و عمل صالح این عروج دارد. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. حالا سهم عقیده چیست؟ سهم عمل چیست؟ عمل از پشت سر این عقیده را تقویت میکند که باعث رفعت میشود یا پیشاپیش حرکت میکند. انشاءالله وقتی به این آیه سوره فاتحه رسیدیم بحث مبسوطه خواهد شد. بعد منافات نداره، نه چون مثبته اینن، اینکه حصر نشده. اینجا فقط در برابر مستکبران است و مؤمنان، ملحدان است و موحدان. اما الذین خبت و عملا صالحا و آخر سیئا، یا مستضعفن یا اقوام دیگرن یا اصناف دیگر که زیر مجموعه همین هستن، اونها در اواخر سوره مبارکه توبه و اینها به پنج گروه تقسیم شد. اینجا حصر نفرمود. اینجا فرمود ما وقتی که آیات الهی را عرضه کردیم، عده مستکبرانه انکار کردند، عده خاضعانه پذیرفتند. اما الذین خلتوا عملا صالحا و آخر سیئا و مانند اون، اونا بحثا خاص خودشون دارن. خب، بنابراین راه باز است برای اینکه انسان عزیز بشود، راه باز است برای اینکه انسان طیب بشود، و راه طیب شدن هم همین است که الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اینها به طرف خدا صعود میکنند. بله من. خب حالا با اختیار میسر است، میسر است. لذا در قرآن کریم همین تیسیر را شرح داد. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا، اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. این سخن، سخن بین راه است، نه سخن آغازین. هر کسی میسر است به ما خلق له،
اما تأثیرش، وسیله فراهم کردنش، چی کار برای او آسان می شود، راه خوب برای او آسان می شود یا راه بد برای او آسان می شود، اون بخش آغازین است که خود انسان تعیین میکنه. خود انسان وقتی وارد یک منطقه وسیع شد، دو تا فلش دارد، دو تا تابلو دارد، یکی نوشته جهنم، یکی نوشته بهشت. اینجا که راه جهنم است، اول معصیت است و شهوت است و ظلم است و گناه است و امثال ذلک. این مقطع اول. وقتی این مقاطع را انسان دارد، بعد دیگه اتوبان است به طرف جهنم. فسن و یسر و لید اصرا. این تابلو که نوشته طرف بهشت، اطاعت است و نماز است و روزه است و عدل است و رعایت حقوق مردم است و احسان به دیگران است، اینا این اوائل راه است. بعدم اتوبان است به طرف بهشت. این میسرون لما خلق له، این میسر بودن بعد از انتخاب راه است. اول فرمود انا هدیناه النجدین، عقل داده، فطرت داده، انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام تو همین با ایست بازرسی نشستن، پشت سرم دیدن آقا نرو اون طرف، نرو به طرف جهنم، اون راه پایانش بده، گرچه یه مقدار لذیذ است. همه اصرار کردن، میگن نرو، میگن نرو، ولی این داره میده. بعد وقتی به این راه رفته میسر نما خلقه. در آغاز این چنین نیست که این شخص از اول باید در جهنم بره، اینطور نیست که. خب الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مطلب این است که در باره ظلم در آیه 28 همین سوره نحل فرمود اینا به خودشون ظلم کردن، ولی در آیه 32 نفرمود اینها متیبن متیبن نسبت به خودشون. چون طیب بودن فرع بر آن است انسان کار خوب انجام میده و کار خوب هم البته بر خودش انجام میده. اون که عهده‌دار این مطلب هست سوره مبارکه اعتراض. در سوره اعتراض آیه 7 به این صورت است: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره. فرمود اگر کار خوب کردید نسبت به خودتون کردید، کار بد کردی نسبت به خودتون بد کردی. این لام لانفسکم و لام لها لام نفع نیست، لام اختصاص است. اونا که فکر میکردن این لام لام نفع است، له در مقابل علی، گفتن به این که این احسنتم احسنتم لانفسکم تام است، اما به این اسعتم فلها این به قرینه مشاکله گفته شده، وگرنه گفته میشد فعلیها. اونا خیال میکردن که این لام لام اول لام نفع است، چون لام اول لام نفع است در جمله دوم باید میفرمود بین اسعتم فعلیها نفع این اسعتم فلها، به قرینه مشاکله فرمود فلها، در حالی که به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه این لام لام اختصاص است. وقتی لام اختصاص شد در هر دو جا معنی خاص خودشو داره، یعنی اگر کار خوب کردید این کار خوب مال خود شماست. مگر ممکن است آدم نسبت دیگری احسان بکند؟ این محال است. محالت یعنی محاله. اگر یک کسی یک کار خیر بکند 100% این کار مال خود آدمه، سایه این کار به دیگری میرسه. مثل کسی در منزل خودش یک درخت با ثمری قرض بکنه، خب کل درخت مال اوست، برگ او، ساقه او، شاخه او، میوه او مال اوست. حالا سایش میفته بیرون دیوار، یه آبری از کنارش رد میشه، بالاخره از نسیم درخت استفاده میکنه. مگر ممکنه انسان نسبت به دیگری کار خیر بکنه؟ حالا یک کسی نسبت به دیگری بیمارستان ساخت، مسکن ساخت، مسکنی که به دیگری داد، درمانی که نسبت به دیگری روا داشت، این سایه اون احسان است. این کار 1000 اثر دارد، 1000 اثر مستقیم. همه این آثار هزارگانه مال خود اوست. کسی برای دیگری مسکن ساخت، درمان کرد، اون چی که در خارج به او رسیده است، یه در و دیواری چارشوی به او داده است، این سایه اون کاره. این وقتی که میره من یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین کار خودش میبینه، در دیوان عمل او هم هست.
تو اسا هم همینطور است. اگر کسی خدا اینا کرده رسالت دیگری ظلم کرد، حتی دیگری رو قتل کرد، این مثل آن است که در درون منزل خودش تو اتاق نشیمنش چای فاضلاب بکنه. خب تمام بیماری ها و سموم و بدبوی ها مال خود اوست. گاهی در اتاق باز میشه یه بادی میزنه و بوی این کنیف را به رهگذر میرسونه، او هم متعزی میشه. تمام کارها ما در درون نفس خود آدمه. این لام لام اختصاص است، نه لام نفس. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. وقت و ان لیس للانسان الا ما سعا، معنی خودش روشن میکنه. عمل زنده است، از بین نمیرود. یک، نه تنها زنده است، همواره زنده است، تاریخ مصرف او نمیگذرد. دو، موجود زنده بالاخره باید به جای مرتبط باشه. این سه، نظم علی و معلولی اقتضا میکند که عمل عامل را رها نکند. این چهار، باید انسان در گرو عمل خودش. از پنج، باید آیه کل نفس به ما کسبت رهینه معنی خودش پیدا میکنه. شیش، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون آخرین جمعه ماه شعبان یا روز آخر ماه شعبان که فرمود مردم ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، همین است. باید مردم، بسیار از شما بدهکاری، حق الله به عهده شماست، معصیت کردی. کسی که معصیت کرده است بدهکار است. کسی که بدهکار است باید رهن بده، چون موثق نیست. باید گرو بسپارد. در دین مادی و مال دنیا اگه کسی بدهکار بود، خونش رو رهن میده، فرشش رو رهن میده. اما اینجا که خونه و فرش قبول نمی کنن، اینجا خود آدم رو گرو میگیرن. این بیان نورانی حضرت در اون خطبه از اون دعایه گرفته شده. کل امرئن بما کسب رهین، مرهون است، رهن است، تلق نیست، آزاد نیست. این که میبینید بعضی ها میگن ما هر چی میخوام جلو زبانمون رو بگیریم نمیتونیم، یا نماز شب بخونیم نمیتونیم، یا مطالعاتمون رو ادامه بدیم نمیتونیم. راست میگن بیچاره ها، چون در بندن. خب یه قدری مواظب سابقه هاشون باشن آزاد میشن. خیلی ها دلشون میخوان خوب بشن، اما خیلی ها تو زنجیرن. فرمود الا اصحاب الیمین، اونا که تمام مدت عمر کار با میمنت، با برکت، با یوم کردن، با یوم رفتار کردن، اونا آزادن. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود الا حر یدعو هذه لمازه، همینه. فرمود من یه مرد آزاد میخوام که از این مونده لای دندان بگذره. فرمود اون چی که الان در دست نسل کنونی است، مخصوصا بعد از انقلاب، اگر خونه هاست، اگر قصر هاست، اگر پست ها و سمت هاست، اینا همه مونده لای دندان مسئولان پهلوی است. لمازه اینه که انسان یه غذایی میخوره، یه مقدار از این غذاها تو لا دندان میمونه که رو با خلال توف میکنه. فرمود اینی که الان تو دست شماست، اینو بچه های پهلوی بود، مسئولان پهلوی خوردند و لا دندانشو مند و به وسیله انقلاب با خلال اینا توف کردند و به شما رسید. یه آدم آزاد میخوام که از این منده لای دندان بگذرد. فرمود اینا لمازه است. لمازه یعنی همین. حالا انقلاب نشد، نسل قبلی شد، ما که زمینی نداریم بکر باشه، که مساله ساختمانی نداریم بکر باشه، همه اینها مال نسل قبل بود دیگه. حالا برفرض همشون آدمای صالح، ولی اینا خوردند و توف کردند و بچه‌ها رسید دیگه. اما چیز بهشت نیست که همش تازه باشه و در اختیار شما باشه. که الا حرن، آیه مرد آزاد پیدا میشه که بر این دعوا نکنه. خب پس انسان طبق اون اصول خمسه بدهکار است و بدهکار گرو میگیرن، و چون بدهکار گرو میگیرن در بند است، آزاد نیست. اون بیان حضرت مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان که بود ان انفسکم مرهونتون بذنوبکم ففکوها باستغفارکم، همین است. همون شما آخرا در گروه فکرن کنی با استغفار، با توبه، با انابه، با ضیافت خدا در ماه رمضان این رهن رو فکر کنی، دینتونی که دادی، توبه کردی، انابه کردی، بشید آزاد. اونگاه لذت آزادی رو احساس میکنید. چقدر انسان
می توانست شیرین زندگی کند و نکرده بود. اینجا هم همین طور است. بالاخره اگر چون چه کسی خدایی ناکرده به خودش هر که معصیت کرد فقط به خودش باید کرد، یعنی یه بندی بر بندهای دست و پای خودش افزود. و این اسعتون فلها، این لام لام اختصاص است. بنابراین اگر عمل طیب شد شخص طیب می شود، اگر ظلم بود شخص ظالم می شود، اگر کار خبیث بود شخص ظالم می شود. این که گفتن اگر بار خار است، غزالی می گوید من 40 سال موعظه و نصیحت کردم، وقتی به این حرف فردوسی رسیدم خدا غریق رحمت کند فردوسی. این حکیم شیعه اون روزی که منارها از سر شیعه ها درست می کردن، مگر نام بارک هسته امیر بردن آسان بود در اون عهد؟ درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علی گم درست. خودشو به کشتن داد این حرف زد. منتها حالا چون شاعر بود و ادیب بود و نامور بود و پذیرفته شده بودن کاری به اون نداشتن. مگر ممکن بود کسی ناموار کست امیر رو ببرد؟ خب این که صریح این حدیث رو به اون صورت حماسی بیان میکند همون قدرت تشیع اوست. غزالی میگوید من بعد 40 سال دیدم هر فرد فردوسیه. اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته. بالاخره آدم در این مدت عمر یا دارد حریر رو پرنیان میبافه درست میکنه رشته میکنه، یا دارد این درخت پرتیغ قتاد جنگلی رو آبیاری میکنه. این درخت پرتیغ جنگلی رو بهش میگن قتاد، که خرطل قتاد، خرطل قتاد. این یکیسی در تمام مدت عمر داره این درخت قتاد میکنه، هی به این نش بزن هی به اون نش بزن، هی با این زبان هی به اون قلم. همینه دیگه. بنابراین این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، بهرن طیب بودن یا سعود کردن از عمل به عامل میرسد در مقام اثبات، در مقام ثبوت از عامل به عمل میرسد. این بیان نورانی است امیر المؤمنین سلام الله علیه تو همون کلمات قصار نهج البلاغه این است که هر نماز گذاری از نماز خودش بهتر است. خب نماز از بهترین فضائل دینی است، نماز گذار از نماز بهتر است، روزگیر از روزه بهتر است. خیر من الخیر فاعله. شما میخواید با حقیقت صلات بزنید؟ بله اون را انسان کامل بخواد. اما این نمازی که زید خونده است، این نماز مهمتر است یا خود زید؟ خب زید. و این که نماز فعل اوست، اثر اوست، رشق هستی اوست، از اون نشأت گرفته. این کار خیری که فرون شخص انجام داد، این شخص بالاتر است یا کار خیر؟ خب معلوم است خود شخص. خیر من الخیر فاعله. جمله دیگر هم درباره شر از شر من الشر فاعله. غیبت بدتر است یا مغتاب غیبت کننده؟ خب معلوم غیبت کننده. دزدی بدتر است یا دزد؟ خود دزد. با اینکه دزدی فعل اوست، اثر اوست، اثر که نمیشه از مؤثر بالاتر باشه که. این بیان حکیمانه حضرت راهگشای خیلی از مسائل تو کلمات قصار اون حضرت آمده. خب اما این که فرمود با اونها میگوین ادخلوا الجنه، این تلیعه امر است، اما تا کجا میروند مشخص نیست. در جریان شفاعت قبلا اشاره شد به اینکه شفاعت تو بهشت نیست، شفاعت در موقع حسابرسی است. بلکه کسی مشکلی دارد یا میخواهد از عقوبت های او صرف نظر بشود یا میخواهد بر حسنات او افزوده بشود، همه اونها اندر حساب دیگه. شفاعت همون اندل حساب است. وقتی حساب ها رسیده شد، کار تمام شد، درجات مشخص شد، بالاخره وارد بهش میشه. اما اینی که در زیارت نامه است فاطمه معصومه سلام الله علیها و ماننده میخوایم یا فاطمه تشبعیلی فی الجنه، ظاهرا فی الجنه یعنی درباره بهش شفاعت بکن، نه تو بهش شفاعت بکن، نه اینکه ما وقتی رفتیم بهش اونجا شفاعت بکن، در باره بهش رفتن ما شفاعت بکن. اون جمله بعدی هم که دارد که لا تسلب منی ما انفیه، نه یعنی من حالی تو بالا سر هستم او از من نگیر،
یا تو قوم هستم این رو از من نگیر، اون ولایت رو از من نگیر که من در اون مستقرم، من در ایمانم، در ولایتم، به قرآن و اطرت علاقمندم، این جایگاه که من دارم از من گرفته نشه. لا تنزه و لا تسجب من نیم و انفی. بنابراین این فلجنه ناظر به اون است. وقتی امکان انسان وارد بهش شد، خب دیگه هر کسی در یادش، حتی تو اوضاع بهشتی هم آمده است کسانی که تو غرفه مبنی هستن، کسی که در غرفه بالاست او میتواند سری به غرفه پایینی بزند و از اونها دلجویی کند، حالشون رو بپرسد. اما کسانی که تو غرفه پایینن نمیتونن به بازدید او برن غرفه بالا، همونطوری که تو دنیا نمیتونستن درجه او رو داشته باشن، تو آخرت هم همینطور است. اینو تو روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است در باره غرف مبنیه در درجات بهشت، اوضاع بهشتیان نسبت به هم ملاحظه فرمایید که طبقه بالایی میتونه سری به طبقه پایینی بزنه، اما طبقه پایینی نمیتونه. این نظیر آپارتمانهای دنیا نیست. اما اینکه بهشتیا در بهشت خسته میشن یا نمیشن، اینطور نیست. اینا خستگی ندارن، حزن و اندوه و حزن ندارن و قضاهاشون محفوظ است، از دیدار یکدیگر لذت میبرن، دیدارشون هم سلامن سلاماست، تسبیح دارن، دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام است و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین است و مانند آن. مطلب دیگر این که گاهی اینها شبیه فرشته ها خواهند بود که تیران دارن. روز بارک استعوی سلام الله در همون نامی که برای معاویه ملعون نوشت فرمود به این که اگر نبود نهی تزکیت المرد نفسه و قوی، من بعضی از افتخارات خاندانمون رو ذکر می کردم. بعد گوشی از افتخارات خاندانشون ذکر کردم. بعد فرمود خیلی ها به جبهه میرن شهید میشن، اما از دودمان ما اگر کسی شهید شد نظیر عموی ما میشه سید شهدا. خیلی ها به جبهه میرن، اعضا و جوارحشون از دست داده میشه، به جانباز جبهه میشن، ولی از ما اگر کسی عضوی را در راه خدا داد، این میشه تیار فی الجنه، جعفر تیار، جعفر تیار. این طور است که این ذوالجناحین است، دارای دو بال است، که یتیر و بهما فی الجنه، این تیار در بهشت است. دو بال خدای سبحان و میدهد که این پرواز میکند مثل فرشته ها، نه مثل انسان ها. با این دست ما که دست داریم ولی بال نداریم، که ما با دست کارمون انجام بدیم. فرمود ذات اقدس اله به برادرم بال داد نه دست، او ذوالجناحین است، او رو بالی داد که تیار فی الجنه است، نه با دست ها کار عادی انجام میده. فرمود ما این خانداریم. غرض آن است که منجا این لذت هستیش خستگی و لغو و حزن و اندوه و اینا هم سال زاده درش نیست. بعد خیلی فرق است که با بال بره مثل فرشته یا با پا بره، خیلی فرق است. از بالا رفتن یا از روی زمین رفتن خیلی فرق است. با اشراف زحمت نیست، اما رفاهش فرق میکند، لذتش فرق میکند. نه پایینی ها اشتهای اون را ندارن، مثل چشم و گوشن. چشم هرگز آرزو نمی کند که کار گوش انجام بده تا به آرزوش نرسه و همیشه غمگین باشه. هر کدام از این قوا و جوارح و شؤون نفس کار خودشون انجام میدن. اونجا اصلا اشتهای باطل نیست، نه اینکه اشتها هست و بهش نمیرسن. هر کسی حد خاص خودش رو میدونه. فرشته ها که میگوین به ما منا لله مقام معلوم، مگر حسد دارن؟ مگر در رنج و عذابن؟ هر کسی خواسته خودش داره. اینا که بشرن، فرشته نیستن، ولی وقتی وارد بهش شدن، خصوصیت نشأه بهشت این است که هر کسی به اندازه هستی خود آرزو دارد، بیش از این آرزو نمی کند تا در زحمت باشد. اما مقابل اینها که ظالمینن، درباره اینها فرمود
اینا کان و انفسه ها میزدمون که فعل مضارع آورده که نشانه استمرار است. یه وقت از یه کسی تک معصیتی کرده یا گاهی معصیت میکرد، خلط و عملا سالها و آخر سیئا، امید عفو و بخشش و اینا هست، زمینه توبه است. اما کسی دائما در حال ظلم بود که فعل مضارع آورده نشانه استمرار است، این گروه همانهایی هستند که قلوب هم منکرتان و هم مستکبرون. این گروه بالاخره ظالمی انفس هم هستند و خطرشون همان است که گذشت. در سوره مبارکه یونس اصل جامعه قبلا بحث شد، آیه 44 سوره یونس این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این نکره در سیاق نفی است. ذات اقدس اله هیچ چیزی به عنوان ظلم از او صادر نمی شود و احدی هم ظلم نمی کند. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، مردمان که به خودشون ظلم میکنن و ظلمشون هم از همین قبیل است. مطلب دیگر این که درباره ظالمی انفسهم یه مقداری که دروز بحث شد که انسان در درون او یه خود دیگر هست که اون میشه مظلوم، این میشه ظالم. باید تو بحث‌های نظیر اون چه که در باره فتعتون افواجا و مانند اون میآید بیشتر بحث بشه که ما چند روح داریم، چند نفس داریم، خوبها چجور محشور میشن، بدها چجور محشور میشن. اینا که به صورت حیوان محشور میشن یعنی انسانن، فقط شکل و قیافه اونها حیوان است. اینه یا طبق بیان نورانی هست دلیل که تو لهج البلاغه از فهم و صورت و صورت و انسان در دنیا و قلب و قلب و حیوان در دنیا و صورت در قیامت برابر قلب ساخته میشه، این شخص واقعا حیوان است. این که فرمود اولئک که کل انعام بل هم عذب، یه تفره رو میخواد ثابت کنن یا تفره رو ثابت نمی کنن. چون این قبلا هم بشاره شد که این سه مرحله است. یه وقت هست میگوییم این کفار و ملحدان کل انعامن، یعنی نزدیک به درکه حیوانیت هم. این مرحله اول. بعد میفهمد بل هم ازل، این مرحله سوم. این وسط خالیه. اینا کل انعامن، نزدیک مرحله حیوانی هم. این مرحله اول. بعد بلافاصله فهمد بل هم ازل، این بل هم ازل مرحله سوم است. خب اگر گفتیم این نزدیک به حیوانیت است، بعد گفتیم از حیوان پستر است، معلوم میشه این وسط را طی کرده دیگه، یه مرحله به حیوانیت رسیده، یعنی میشه تفره. پس نزدیک حیوانیت است، خود حیوانیت است، از حیوانیت پستر. حالا این فتعتون افواجا چی میخواد بگه؟ در زیر این فتعتون افواجا هم مرحوم امین الاسلام رسول داری نقل کرد، هم جناب زمخشهی در کشاف هر دو نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. ادهی به صورتهای گوناگون در میان 10 صورت اونجا ذکر میکنن، ادهی هم به این صورتهای حیوانی در میان، به صورت فرون حیوان، فرون حیوان، بحرون حیوان، چه گروهی به صورت مرچه در میان، چه گروه به صورت خنزیر در میان، تو اینا هست. خب این که به صورت حیوان در میان واقعا حیوان است که از این بیان نورانی هست امیر مشخص میشه، چون قلب قلب حیوان است، یا نه واقعا انسان است و صورتش صورت حیوانی است. اگر فقط صورت صورت حیوانی باشد این میشه امر عرضی، برای اینکه جوهر او به ذات و به حقیقت او انسان است، به این امر عرضی است. بعد امر عرضی تا کی ادامه داره؟ ذاتی که نیست برای او بمونه که، و این مدتی در عذاب که بمونه شاید زائل بشه، چون خدای سبحان این رو وصف ذاتی او قرار نداده که، یه امر عرضی قرار داده. اما اگه نه واقعا حیوان باشد که ظاهر بعض از نصوص است، واقعا حیوان باشد، عذاب رو چگونه توجیه میکنیم؟ اگر واقعا این شخص خنزیر شد، خب خنزیر از زندگی خودش همون لذت رو میبرد که آهو تیهو میبرن، مگر فرقی از بین طاووس و خنزیر؟ او هم قضا دارد، او هم نکاح دارد، او هم زاد و ولد دارد، او هم حب جاه دارد، او هم لذت دارد، این هم دارد. اینا واقعا حیوان میشوند یعنی چی؟ چون اینها و امثال اینها خب میدونید
نه اینکه یه مطلب عمیقی هست که حالا کسی حل کرد، اینا بحث نشده، مهجور است. این را میتخذ و حاضر قرآن مهجور ها اینه، گوشه ای از مطالب قرآن کریم آمده تو کفایه مرحوم آخون شده قلم اینجا رسید و سر بشکست. قرآن پر از این حرف هاست، جبر از تفرید از شیطان چیست، ملک چیست، حقیقت موت چیست، حقیقت احاطا چیست، حقیقت حشر با خدا چیست، حقیقت سعود چیست، همه اینها برامون هر شد تا اینها رو خلاف ظاهرن بکنیم یا بحث نکردیم. شاید این ظواهر به معنی خاص خودش حجت باشد. اگر بحث شد معلوم شد که کجا محال از کجا ممکن، باید اون مرز امکان و امتناع مشخص میشه، خط قرمز مشخص میشه. اینجور است که واقعا ما با شیطان مرتب سر و کار داریم، اما این کیه؟ با ابلیس مرتب سر و کار داریم. و غالب آیات سخن از شیطان و ابلیس است، غالب آیات سخن از ملائکه است. با ما کار دارن، ما با اونها کار داریم، از اونها کمک میخواهیم، باید بشناسیم اینا کیان کی نیستن. فرمود ما رو نمیدونیم بر ما نازل میشن یا نمیشن. خب چه دلیل که اینکه ما را اسمت نیست، مال معصومان نیست، مال امام پیغمبر نیست، نخصیانه نیست، مال مؤمنین هم هست که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. خب چه دلیل ما بفهمیم به اینکه ملائکه بر ما نازل میشن یا نه، چیزی به ما میفهمونن یا نه، این مطلبی که ما میفهمیم از کجا گرفتیم؟ چه اینکه در معرض اون خطر هم هستیم، خدای ناکرده این مغالطات و اینها رو الغاءات شیطان دیگه، ان شیاطین لیروحون الی اولیاهم لیجادلوکم. خب ما از کجا بفهمیم این وسوسه مال شیطان نیست، این شبهه مال شیطان نیست؟ شاید او ما رو یک برده خاص خود قرار داده، این شبهه رو در ذهن ما القا کرده، گفت شما درباره امامت اون اشکال بکن، تو توحید اون اشکال بکن. او که مرتب در ارتباط است با دست پروردگار خودش، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. اون به تعبیر سیدنا استاد اون شعور مرموز میگن وحی، این دیگه اون وحی مخصوص انبیا و اولیاء علیهم السلام که نیست. شیطان هم وحی دارد، هر چه در دل ما القا میشود اگر خدا اینا کرده بیراه باشد وحی اوست. ما این رو باید بفهمیم که او چگونه وحی میفرستد، با کدوم میزان ارزیابی کنیم، او رو بشناسیم، وحی او رو بشناسیم. فرض آن است که این خیلی روشن نیست که انسان به چه صورت، البته با بحث ها تا حدودی که لازم باشد میشه فهمید که بالاخره انسان واقعا به صورت حیوان در میاد یا نه. عده معتقدن که این انسانی که تو کتاب های منطقی اینا نوشته است نوع الانواع است، نوع اخیر است، این چه نیست، انسان نوع متوسط است و جنس سافل. تحت انسان انواع فراوانی است که چهار نوعش رسمی است، بقیه زیر مجموعه او. انسان نوع متوسط است، جنس سافل است، و تحت انسان انواع متعدد است نه اصناف، تحت اون انواع اصناف است. خب عده راه شهوت طی میکنند با حرکت جوهری به راه خاص، عده راه غضب و مکر و خون ریزی را طی میکنن، راه باز عده راه نیرنگ و سیاست بازی را طی میکنن، راه شیطانت است. عده راه طهارت و طیب بودن و قداست و نزاهت طی میکنن، راه فرشته است. انسان جنس سافل است، نوع متوسط است، سر چهار راه است. کدوم راه باید برود؟ راه بهیمه برود، راه سبع میرود، راه شیطنت شیاطین رو با مکر و خیلی می رود، یا راه فرشته می رود؟ که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.